خب سلام از دل، بهمن رؤوفی هستم در خدمتتونم با 18مین فیلم از سری فیلم های آموزشی ادوبی فتوشاپ CS6. در فیلم 17 تا آخر وریشن اگر اشتباه نکنم اومدیم و اینکه پرداختیم به این مقوله که وریشن چه کار میکنه و حالا اجاستمنت های قبلیش، اما تقریبا میتونم بگم دیگه دو سه تا اجاستمنت دیگه بیشتر نمونده تا این پنل اجاستمنت ها رو ما در کنار یکدیگر تموم کنیم. خب من یه تصویر باز میکنم، حالا میرم سر اصل مطلب. حالا امیدوارم که این اجسمنت ها تا جایی که حالا من درس دادم به درتون خورده باشه و اینکه بتونید حرفه‌ای از اونها استفاده کنید و فراموش نکنید که دنیای ادوبی دنیایی است که یک یوزر بسیار مبتدی میتونه درش کار کنه تا یک یوزر های اند و بسیار پروفشنال. پس حد نداره براتون، فکر نکنید این چیزی که الان هستید حدشه. نه، شما میتونید تا خیلی بالاتر از این چیزی که الان هستید برید و در هر پله‌ای که باشید بالاتر هم وجود داره، اینو همیشه فراموش نکنید. خب من یه تصویر رو باز میکنم. امروز میخوام بیام سراغ یک در واقع اجاستمنت جالب تو دنیای فتوشاپ از مینی بریج هم. مثلا این تصویر رو انتخاب میکنم. ما اینجا یک اجاستمنتی داریم به نام در واقع دیساتوریتی که حالا تو فیلم قبلی گفتم. دیساتوریتی که اجاستمنتی هست، حالا اینو یه توضیح کوچیکی باز بدم روش. ابزاری است که خیلی راحت هم با یک زدن یه دکمه دیساتوریت میکنه تصویر شما رو. یعنی اگر برید داخل هیو ساتوریشن دقیقاً این همون کار رو برای شما انجام میده. ابزار خوبی برای درست کردن بلک اند وایت نیست، فقط ساتوریشن رو از بین میبره. اینو بدونید بلک اند وایت با دیساتوریتینگ خیلی فرق داره، این دوتا با هم. درس بلک اند وایت راجبش کامل صحبت کردم. خب میایم سراغ اجاستمنت بعدی دیساتوریت، مچ کالر، که اجاستمنتی است برای تنبل ها و بسیار باحاله و تقریبا میتونم بگم در دنیای حرفه ای ها شاید خیلی جای در واقع خوبی کرسی قابل قبولی رو نداره، ولی خیلی ازش استفاده میکنن. خیلی جا ممکنه به داد شما برسه برای کارهای سری، کارهای تجاری و اینکه نمیخواید خیلی روی کاری وقت بذارید یا کارن، چون اجاستمنت دقیقی نیست. حالا چی هست و چجوری کار میکنه؟ اسمش با خودش مچ کالر. یعنی چی؟ یعنی میاد یک رنگی رو با رنگ دیگری تطبیق میده. حالا چطوری؟ مثلا فرض کنید شما این داکیومنت رو دارید، این تصویر رو دارید، بعد میایم یه تصویر دیگه باز میکنیم، مثلا این. ببینید پاییز و بهار در کنار یکدیگر، من میام ارنج کنم ورک اسپیسم رو تو اپ ورتیکال. خب دوتاشون در کنار یکدیگر قرار میگیرن. این پاییزه، این تابستون، حالا به سمت بهاره، ولی یکی کاملا پاییزه. خب ما یه زمان هست که مثلا میگم آقا ما دوست داریم رنگای این دقیقا بشن این. خب روش های قبلی که من بهتون گفتم، مثلا با استفاده از سچوریشن، کنترل کانال گرین یا یلو تو، که در واقع یلو هم جز پهنه از یلو هست، نمونه ازش میگیرم. ببین یلو تو رو میشناسه، حالا جون چیزی که ما سبز میبینیم در واقع یلو میشناسش فتوشاپ. و با تغییر هیو سچوریشن حالا میتونیم ببینید این رو نزدیک به این رنگ در بیاریم، بکنیم شبیه هم دیگه. اما یه راه دیگری هست که فضای رنگی این داکیومنت رو به این داکیومنت میده و یا بالعکس. مثلا من میخوام این داکیومنت تابستون هم تبدیل بشه به این فضای رنگی، این چنین به خودش بگیره. میام سراغ ایمیج اجاستمنت مچ کالر. یکی از جادوهای فتوشاپ هست. جادو خیلی نیست، اما دستورات خیلی ساده ای رو تبعیت میکنه، ولی برای تنبل ها یک جادوگری بسیار خوبه. مچ کالر رو باز میکنم، یک در واقع زیرمنو برای میگم یه زیرمنو از خودم اصطلاح ساختم، یک پنجره برای من باز میکنه. بعد داخل این پنجره سری آپشن ها من دارم. اوکی، خب من حالا میتونم از این آپشن ها یک استفاده کنم. چطور؟ میام تو قسمت پایین ایمیج استاتیکس. خب استاتیک که در واقع دیتایی که ایمیج من میخواد بر اساس اون تغییر شکل پیدا کنه. میگه سورس چی باشه. میگم سورس تصویر من، چیزی که میخوام تصویرشو عوض کنم. میام اینجا ببینم اسم این چیه. مورنینگ لیف. یکی اسمش چیه؟ تال تال تریز. درخت بلند بلند، درختان دراز دراز. خب من میام سراغ این یکی مورنینگ لیف، میگم آقا سورس من مورنینگ لیفه. چیزی که من میخوام شبیه به ماسک مورنینگ لیف رو انتخاب کنم، اینجا میبینید این یکی تصویر میره تو وادی رنگیه. خب اما چند تا مقوله خیلی مهمی وسط هست. یکی اینکه یک توقع نداشته باشید دقیقاً این رو به شما بده، چون این داره یک جور شبیه سازی رو انجام میده. اگر میخواید دقیقاً این رو داشته باشید، باید برید بشینید با اجاستمنت ها بسازید، که حالا تو مباحث مستر کلاسمون تو تکنیک های پیشرفته این رو حتما خدمتتون خواهم گفت که چطوری میتونیم خیلی راحت اینا رو به هم دیگه تبدیل کنیم. اما گفتم برای تنبل ها، برای کسی کارهای سری میخوان و یا برای افرادی که تجاری کارن، خب این اجاستمنت مقبولیه. و برای افرادی که هنوز علم در واقع کالر گریدینگ و کالر کارکشن رو کامل به دست نیاوردن و نمیتونن یه سری تغییرات رو توی رنگ بدن، میتونن از این فعلا استفاده کنن، کارشون راه بیفته. تکرار میکنم اجاستمنت حرفه‌ای و برای کارهای سطح بالا نیست.
لومیننس میزان نور روش وایسید خودش بهتون توضیح میده. Adjust the brightness of the image. Brightness رو برای شما کم و زیاد میکنه، نه lightness. درسته اسمش لومیننس هست، ولی وظیفه‌ای که اینجا به عهده داره کنترل برایتنس، برای همین سیاه مطلق و سفید مطلق به شما نمیده، فقط میتونید باش درجات برایتنس رو تنظیم کنید. کالر اینتنسیتی میزان سچوریشن رو در ایمیج شما تعریف میکنه. وقتی که بیارمش پایین ببینید سچوریشن یک دست میشه به سمت اون رنگ. سچوریشن از چی؟ سچوریشن از اصل عکس، نه رنگی که این بهش داده. سچوریشن اصلی عکس، یعنی چیزی که عکس بوده رو ازش میگیره یا بهش میده، اضافه میکنه براش. شما میتونید حضور رنگ فابریک خود عکس رو درش کم و زیاد کنید. و فید، این تصویر شما رو به سمت چیزی که بود از صفر تا صد تغییر میده. انگار یه لایه اصلی از این عکس رو بزنیم روش و اپاسیتیش رو کم و زیاد کنیم که میتونید رو شبیه سازی کنه به سمت کار شما. نیوترالایز چه کار میکنه؟ نیوترالایز در واقع میگه، خودش داره بهتون توضیح میده، نیوترالایز کالر کاست، اون قسمتی که میخواد از شما دستور بگیره، یعنی در واقع اون قسمتی که فتوشاپ میخواد شناساییش کنه برای تغییر رنگ، نیوترالایز میاد اون قسمت رو فقط از تونهای خنثاش استفاده میکنه. یعنی میره مستقیما رو مباحث نور و رنگش اثر میذاره، ببخشید مباحث نوریش اثر میذاره و تونها رو خنثا میکنه برای این کار. نیوترالایز کلا یعنی نیوترال تون، یعنی تونهای خنثا. نیوترالایز یعنی خنثا کردن رنگ ها. که ما این تیک رو برمیداریم برای اینجا، خب اینجا بهتر کار بهتری رو به ما میده. و بعد میام تو قسمت ایمیج استاتیکس. دو تا تیک اینجا میبینید که خاموشن. چرا خاموشن؟ زده use selection is source to calculate colors. میگه از سلکشنی که در سورس، قسمتی رو که من در سورس انتخاب کردم، استفاده کن برای کلکیولیت کردن رنگ ها، یعنی محاسبه کردن رنگ ها. دومی زده چی؟ use selection in target to calculate adjustment. میگه از سلکشنی هم که در هدف هست، اون منطقه که شما در هدف انتخاب کردید، استفاده کنید برای محاسبه کردن اون adjustmentی که قراره بهش اعمال بشه. اینجا چون هیچ سلکشنی در هیچ کدوم از این دو تا عکس هم ندارم، این دو تا تیک خاموش هست. سیو استاتیکس، اسم در واقع تغییراتی که روی این داده رو به صورت یک استاتیک به صورت یک فایل اجرایی سیو میکنه و بعد میتونم با لود استاتیکس بیام اون از هر جایی که سیو کرده بهش بدم و این تغییرات رو هر عکس دیگری که میخوام اعمال کنم. بیام یه دور با هم اینو چک کنیم. یه تیک هم اینجا داره زره ایگنور سلکشن ول اپلاینگ ادجاستمنت. میگه اون قسمتی که سلکت کردید رو ایگنور کنم وقتی میخوام ادجاستمنت رو در واقع اعمال کنم، که اگر این تیک نباشه فقط تو اون قسمتی که سلکت کردی تغییرات رخ میده، ولی اگر این تیک رو بزنید بیرون اون هم این اتفاق میفته. بیام یه تیک رو با هم سلکت کنیم. میام تو قسمت تارگت هم، میگم آقای تارگت من این تیک از شما رو میخوام مثلا این ناحیه، بر اساس این ناحیه میخوام محاسبه کنم که در اینجا چه تغییری بیفته. حالا در این یکی میخوام ادجاستمنت هم رو بر اساس این برگا برای من مهمه، من به درختا کاری ندارم. میام روی اینم یه تیک میزنم. ببینید وقتی تو داکیومنتاتون میرید و میاد این سلکشن ها، ببینید سر جاش از بین نرفته. وقتی این داکیومنت رو انتخاب میکنید شاید اینجا نبینیدش، ولی این سلکشن اینجا حضور داره. خب میام تو قسمت مچ کالر، این در واقع سورس رو، تارگت رو انتخاب میکنم، هدف رو، ایمیج، ادجاستمنت، مچ کالر، کجا این هاشش. خب مچ کالر صداش میکنیم میاد. خب ببینید دوتا تیک ها اینجا فعال شدن تو این قسمت، ولی تیک خوردن. خب ولی هنوز غیر فعالن. چرا؟ چون من سورسی رو انتخاب نکردم. من میام سورس هم رو، همون مورنینگ لیف رو انتخاب میکنم، میدید این تیک ها روشن شدن. خب ببینید دقیقا این برگ رو داره میاره توی این وادی که من سلکت کرده بودم، و اگر تیک ignore selection with applying adjustment رو بزنم رو کل تصویر من، adjustment اون برگ رو اعمال میکنه. میبینی برگای من نزدیکتر شد به این چیزی که اینجا هست. و اگر اینجا حالا بیام تو این قسمت بگم use selection in source to calculate color، میگه از این selection استفاده کن برای calculate کردن، میتونم این تیک رو بردارم و کلی دستور میگیره از این برای انجام این کار. و اگر این تیک رو بزنم از اون قسمتی که من انتخاب کردم، ببینید کاملا فرق میکنه. و اگر میرم رو قسمت پایین use selection in target to calculate adjustment، اگر این تیک رو بردارم ببینید بر اساس کل این تصمیم گیری میکنه، ولی اگر این تیک رو بذارم فقط بر اساس این قسمتی که انتخاب کرده. پس ببینید اون سلکشن ها رو اگر نخواهید نیاز نیست برگردید و دیسلکت کنید، فقط با برداشتن این دوتا تیک همه چیز با حالت عادی برمیگرده. گفتم ادجاستمنتی هست اصلا خوبیه، نه که بگم مثلا به درد نخور، نه به درد نخور نیست اصلا، اتفاقا موتور بسیار قدرتمندی داره و بسیار خوب فکر میکنه برای اجرای هر طرحی و بعضی جا میتونید جوابای بسیار خوب و قوی ازش بگیرید. اوکی، ولی من پیشنهاد میکنم که
نظر شخصی من این هست که یک حرفه‌ای خودش میاد با استفاده از کرب لول، هیو سچوریشن، کالر میکسر، کالر در واقع چنل میکسر و کالر بالانس و خیلی از این ادجستمنت های قدرتمند تو دنیای فتوشاپ خودش میتونه این رو بسازه و وقتی خودت بسازی به درک و توانمندی بسیار بالاتری در فتوشاپ دست پیدا میکنید تا اینکه از توانمندی های آماده ای اون استفاده کنید. ولی اینها جایگاه خودشون هم دارن، به هر حال ادوبی چیز بی خود در دنیای فتوشاپ نمیگذاره برای ما. خب اما یه نکته مهم در این ادجستمنت، نمیتونید توقع داشته باشید که شیر رو به پلنگ تبدیل کنه برای شما. خب یعنی که چیزهای بی رفت رو بردارید با هم دیگه علاوه رنگی شبیه کنید. ببینید مثلا به فرض من تو این تصویر این درخت رو دارم، جواب میده ها، ولی اون جوابی که میخواید رو نمیده به شما، و بعد میام مثلا اینو دارم. اوکی بذارید من این داکیومنت قبلی رو مورنینگ لیف رو ببندم. آقای قایق شما تصویر اینجا، خب ایمیج ورک استی ببخشید ارنج تو اپ ورتیکال، خب شما کوچیک شو. اوکی بیام بگم آقا این درخت رو ببر تو حالا هوای این، خب این دوتا اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. حالا بیام ببینیم چه اتفاقی میفته. ایمیج ادجستمنت قسمتی رو هم سلکت نمی کنم. اوه اوه بچه رد و برق زد، داره اینجا بارون میاد. احساسش شنیدید؟ نمیدونم حالا اگر شنیدید بعدا بیم بگید. دیسچوریت، خب ببا من دیسچوریت رو زدم چرا؟ ایمیج ادجستمنت مچ کالر، میام تو مچ کالر بهش میگم آقا یه تارگت سورس شما اینه یلو بوت، قایق زرد. خب ببینید اصلا هیچ ربطی نداره آقای گودرزی و آقای شقایقی، اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. ببینید خب درخت، این قایق رو آب، این درخت وسط بیابون، این دوتا چه ربط دارن هم دیگه؟ خب پس اینو بدونید مچ کالر در دنیای استفاده میشه معمولا که سورس های شما شبیه به هم هستن و هرچه این شباهت بیشتر باشه مچ کالر میتونه با دقت و قدرت بیشتری عمل کنه. باز میام روی مثال دیگه، چون میدونم خیلی دوست دارن دوستانی که ذره تنبلن این ادجستمنت رو خیلی دوست دارن، ما خیلی عاشقانه این دوستان رو دوست داریم. ببین مثلا این فضا رو ببینید، دستم خورد به میکروفون فکر کنم باز رد و برق زد. این فضا و این فضا، من میام تو قسمت ویو اد ویندوز ادجستمنت و تو اپ ورتیکال، خب کنار هم قرارشون میدم. حالا میام تو این میگم آقا میخوام حالا هوا این دو تا به هم نزدیک بشه. میبینی مثلا این رو میکنم تارگت، این رو میکنم تارگت، این رو میکنم سورس، این وری سورس، این وری تارگت، میام توی تارگت هم ایمیج ادجستمنت مچ کالر، بعد بیام بهش تعریف میکنم میگم شما از این لایه دستور بگیر. اسمش چیه؟ فالین تنسس 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 80 تا اسم داره خواهیناش. خب ببینید میتونم اینها رو به هم دیگه، ببین اینجوری فضای رنگیشون رو به هم نزدیک کنم با کنترل لومینس میزان برایتنس رو و با کنترل در واقع کالر اینتنسیتی میزان سچوریشن رو در تصویرم کنترل کنم. فید هم که بین این دوتا یک در واقع بالانس ایجاد میکنه برای من. اوکی میبینی؟ پس ببین توی کارهایی که شبیه به هم هست تمهاشون این ادجستمنت برای شما جواب میده و خیلی خوب میتونید ازش استفاده کنید. و باز هم میگم بر اساس مثلا میگم یه بار دیگه بتونم بی ربط ها رو با هم کار نکنید. این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن، دوتا شهر زیبا هن اما هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. خب ویندو ارنج تو اپ ورتیکال، دوتا کنار هم. خب بعد میام مثلا میگم اینو بخون این، یا برعکس میگم آقا این در واقع هدف منه، اون یکی سورس ادجستمنت، در واقع میام تو قسمت چی مچ کاله بهشون میگم که شما نایت لایت بشی. ببینید این دوتا رو نمیتونه به هم برسونه. اوه اوه چرا ادوارگ زد، اتاقم روشن شد. خب این دوتا رو نمیتونه به هم برسونه و هیچ وقت شما نمیتونید. آه میبینید صدا شما، خیلی دوست دارم این صدا رو. میدونستید 180 اگر اشتباه نکنم 180 دسیبل 120 میلیون وات توان صدای ادوارگه و یکی از قدرتمندترین اصواتیست که طبیعت خودش از خودش در میکنه و من واقعا این صدا رو دوست دارم. صدایش بسیار قدرت حس همچون غرور میده. من نزدم رد و برقرام ولی وقتی میزنه احساس غرور میکنم. خب الان میزنم این لپتاپم تو صورتم میفوکم تا احساس غرور رو قشنگ لمس کنم. خب حالا بزنیم به تخته لپتاپم نترکه یه دفعه، چون زندگیم توی لپتاپه. خب پس دیدیم که این مچ کالر اینجا داره این کمک رو به شما میده. این کمک نه، این کمک به درد نمیخورد، اون کمک درست و اصولی که بهتون گفتم.
اما میریم سراغ اجسمت بعدی ریپلیس کالر، بیایم ببینیم اون چه کار میکنه برای ما. ببینید عجب زنبور بالین، زنبور اینقدر دوست دارم، در دور ها نزدیک شه اصلا خوشم نمیادش. در واقع اجسمت بعدی ریپلیس کالر، شما تو اجسمت ریپلیس کالر که باز هم به درد تنبل ها میخوره و خیلی ممکنه خوششون بیاد از این اجسمت، ما توامندی داریم در این اجسمت، اونم اینه که میتونه یک رنگ رو سلک کنه شبیه به هیر سچوریشن، با این فرق که فازینس داره، به جای اینکه بیاید در واقع اون بازه هیو سچوریشن رو کم و زیاد کنید، این به شما یک فازینس در واقع یک کالر رنج میده که شما میتونید یک رنج خاص از یک عکس رو باهاش انتخاب کنید و با تعیین فازینس، ببینید مثلا من میام اینجا با این ابزار سامپلرم، خب آیدراپر تول یا در واقع نمونه بردار سامپلر، میام روی یلو کلیک میکنم و با این فازینس میزان یلویی که میخوام رو تعیین میکنم که تو ابزار یا ابلفاز فکر کنم نزدیک شد و احتمالاً دفعه بعدی من خونمون منفجر میشه. میایم سراغ فازینس. تا حالا فیلم آموزشی همراه با رعد و برق و باران نداشتم. صدا دوزگیر همه ماشینا در اومد، خوشم میاد این صداش، خیلی خوبه، ولی احساس غرور من داره کم کم به احساس ترس تبدیل میشه. خب فازینس رو تعیین میکنم برای اون میزان در واقع کاری که لازمه برای اینجا، مثلا چقدر چه محدوده رو میخوام برام سلیک کنه. میتونم با این دوتا سمپل را در واقع add to selection و subtractش میتونم یه رنگ دیگه رو مثلا اینجا اضافه کنم که بینم تقریبا کل این رو گرفت، و یا اینکه کم کنم، که خب معمولا این به درد نمیخوره برای خیلی از کارها، و شما تک تک بیاید سمپلتون رو انتخاب کنید و چندین بار این کار انجام بدید، خب میتونید دقیق تر کار کنید. وقتی این رو انتخاب کنم یه کالر تو اینه، میتونی روش کلیک کنی خود عوض کنی رنگو، ولی اگه بخوای عوض کنی، یا علی اگه بخوای عوض کنی چه نیازی هست که دیگه بیای با این انتخاب کنی، خود می رنگو میدی دیگه. حالا میتونی لوکالایز کنی، لوکالایز کار کلاس کراسر ساده، اینو لوکالایز کار کراسر تو میک کانتیگو سلکشن. وقتی شما این تیک رو بزنید، این سلکشنی که اینجا انجام میشه به صورت کانتیگوسه. یعنی چی؟ یعنی فقط این زردهایی رو که به هم وصلن، یعنی این تمی که شما انتخاب میکنید از هر جا مثل یه رودخونه به هم وصل باشن، این اون رو انتخاب میکنه. ببینید برای همین سلکشن یکم دقیق تر میشه محیطش. تو حالت ایمیج و تو حالت سلکشن هم به شما نشون میده هر دو این دوتا رو. اوکی خب، و بعد من میام اینجا، حالا اینجا میتونم هیو سچوریشن و لایتنس این تمی که انتخاب کردم رو تغییر بدم، یا بیام روی این رنگ کلیک کنم، الان میاد صداش، ببینید برق شما دیدی، یا بیام مثلا تم رنگی رو شروع کنم به عوض کردن، خودم هر رنگی دوست دارم بدم، و یا اینکه بیام از هیو سچوریشن این رو تغییر بدم. حالا قابلیتی که داره برای من اینه که با اضافه و کم کردن فازینس میتونم محدوده اثرگذاری این رو کم و زیاد کنم، با سچوریشن میتونم غلظت این رو کم و زیاد کنم، و با لایتنس میتونم نور این رو. عین هیو سچوریشن عمل میکنه، فقط به جای این که شما از اون بازه رنگی که هیو سچوریشن بهتون میده استفاده کنید، میاد از چی استفاده میکنید؟ از این فازینس و کالر سلکتوری که این به شما در واقع ایدراپر تولی که به شما میده، و میتونید فازینسش رو اینجا کم و زیاد کنید. خب دوستای عزیزم ببینید، اما یک نکته خیلی مهم هم اینجا هست و فراموش نکنید، اونم اینه که در دنیای سچوریشن شما از یک انجین و موتور قدرتمندتری بهره میبرید، برای همین ابزار حرفه‌ای تری هست نسبت به این ابزار برای انتخاب. و در دنیای کالر کرکتورای حرفه‌ای و کالر گریدرای حرفه‌ای مثل داوینچی ریزالو یا مثلا ادوبی اسپید گرید و خیلی از در واقع مثلا یا کالرز کمپانی اپل، ما مقوله‌ای داریم به اسم سکندری کالر کرکشن، یعنی بعد از کنترل لومیننس و نور و اینا که پرایمری کالر کرکشن هست، یعنی مرحله اول اصلاح رنگ هست که اول نورها رو میزوم میکنیم بعد میایم سراغ کنترل رنگ ها، که در اونجا در تمام این نرم افزارهای قدرتمند هیو سچوریشن، ابزار هیو سچوریشن خودنمایی میکنه که بنیانگذارش هم ادوبی هست در 23 سال پیش. پس ببینید خیلی در واقع موتور قدرتمندتری رو هیو سچوریشن در اختیار شما میده، اما این ابزار هم خوبه. حالا بیایم روی عکس دیگه هم باش کار کنیم. بله این صدای قشنگ، تا حالا فیلمی نداشتم با پس زمینه صدای رعد و برق. خب بیایم یه تصویر دیگه ببینیم مثلا توی یک فاز دیگه چطور عمل میکنه برای من، مثلا اینجا. به به، گلهای لایه رویده در بیابان. خب الان فکر کن زیر این بارون تو بیابون باشی، وای
با دومی رعد و برق به چیز قاله تبدیل میشی و شاید هم قارچه در بیان صبح یه املت قارچه مشتی بخوریم. الان بعد از این رقم یه قارچ در میاد، البته کف خیابون تهران که قارچ در نمیاد. مثلا میام سراغ ریپلیس کالر، میام توی آیدراپر تول، میگم این رنگ قرمز، با میزان فازینس میتونم انتخابش کنم حضورش رو و با هیو سچوریشن میبینید خیلی خوب راحت ساده این رو تغییر بدم یا بگم رنگی که من میخوام رو بهم بده. حالا این رنگ که شما میخواید بر اساس نوع رنگی که انتخاب میکنید خودش اینجا میاد لایتنس رو برای شما ببینید کم و زیاد میکنه تا شما رو به اون رنگی که دوست داری برسونه. گفتم در هیو سچوریشن مثلا من خودم با هیو سچوریشن این کار رو خیلی بهتر و زیباتر انجام میدم. مثلا تو کانال رد آیدراپرتور ردام رو بهم میده، ببینید خیلی دقیق تر با موتوری بسیار قدرتمندتر و از همه مهمتر نان دیستراکتیبل. یعنی چی؟ بدون دیستریشن و بدون تخریب. و بعد میتونم با کم و زیاد کردن بازه کاریم براش تعریف کنم که تا چه محدوده ای رو در رنج تغییر رنگ خودش بیاره و حتی روی امبیت لایت ها یعنی لایت های محیطی من هم برای من اثر بسیم. اوکی؟ ببین سیاهش هم میتونم بکنم سفید سفید. خب این از در واقع ابزار ریپلیس کالر. این دوتا هم که لود و سیف که توی ابزار قبلی هم گفتم میتونید کاری که کردید رو سیف کنید و بعد دوباره لودش کنید این تنظیمات رو. اما یه اجاسمنت بسیار خفن پیچیده و سختی هم اینجا هست، میشه ایکوالایز هم میزنید دیش یه مرحله همه چیز رو ایکوالایز میکنه. ایکوالایزر دیدید تو دنیای صدا مثلا میگن برای تقویت صدا استفاده میشه توی ضبط، البته برای تقویت صدا استفاده نمیشه. در واقع ایکوالایزر یک جور هم میتونه تقویت کننده باشه هم تضعیف کننده. خطوط فرکانسی حالا از 20 تا 20 کیلوهرتز بسته به حرفه‌ای بودن سیستم میتونه که به فرکانس‌های متعددی تقسیم بشه و هر فرکانس رو کم و زیاد کنه. حالا اینجا در دنیای فتوشاپ ایکوالایز معنی تقویت کننده است. یعنی چی؟ یعنی میزان برایتنس و سچوریشن رو معمولا روی این دوتا به صورت همزمان یه پله این دوتا رو میبره بالا. ببینید ایمیج ادجاستمنت ایکوالایز. خب این ابزارهایی که از قدیم در دنیای فتوشاپ بوده، ببین مثلا روی یکی اینجوری عمل میکنه و شاید امروزه در دنیای ببینید در دنیای حرفه‌ای ها خیلی جایگاه مثلا روی یکی رنگ ببینید خیلی جایگاه بالایی نداشته باشه. من اگه بخوام تصویرم رو اینجوری ایکوالایز کنم خب ادجاستمنت های قدرتمندتری دارم برای کنترل نورم مثل شادو هایلایت که با کنترل تونال ویت هم و ریدیوس هم میتونم خب نور بهتری رو بدم، همینطور با کالر کارکشنش میتونم غلظت رنگ ها بالا ببرم. باز نخوام میتونم بیام این کار رو با لیول انجام بدم، با افزایش در واقع میتون زم تونم رو تغییر بدم، شادو هم یه تقویت کنه و یکم هم هایلایت شاید بشه. ببین ایکوالایز خیلی خوبی رو تصویرم بیارم. خب دوستای عزیز پنل ادجاستمنت های فتوشاپ بالاخره تموم شد در فیلم 18 هم و انشالله ما برای فیلم های بعدی میایم سراغ در واقع بعد از توضیح دادن راجع به اینا میایم سراغ ابزارهای ادوبی و همینطور چیزهای دیگری مثل اوتوتون و تو کانتراست و اوتو کالر که اینا به صورت اتوماتیک عمل میکنه. البته هم الانم بهتون میگم یه چیز خاصی نیست. اوتوتون در واقع میتون های نور رنگ رو در تصویر شما کنترل میکنه. اسمشون با خودشونه. اوتو کانتراست کانتراست تصویر شما رو. حالا من تو این تصویر خیلی اثرگذاری ندارم، بذارید بریم تو یک تصویر دیگه مثلا مثل این. من اینو به سورس برگردونم. خب ایمیج ببینید اوتوتون ببین یه مقدار اینجا کنترل زد بزنم میبینید یه درصدی از تون‌ها رو کنترل میکنه در تصویر من، تون‌های رنگی رو. شبیه هیو سچوریشن عمل میکنه برای کنترل تون. اوتو کانتراست کانتراست تصویر رو تنظیم میکنه و اوتو کالر هم رنگ‌ها رو میزون میکنه. خب ابزارهای بدی نیستن، بعضی جاها خیلی خوب جواب میدن. مثلا مخصوصا جایی که عکس میگیرید خطایی رو عکس هستن با چند تا شورتکات خیلی ساده شیفت کنترل ال آلت شیفت کنترل ال و شیفت کنترل بی میتونید خیلی سریع اینها رو انجام بدید. این از پنل ادجاستمنت ها و این ستام که این کنار براتون گفتم. بعد دیگه حالا میایم سراغ مود های رنگی 32 بیت 16 بیت و 8 بیت چی هستن و فتوشاپ چگونه تا میتونه تا 96 بیت رو برای شما ساپورت کنه. راجع به اینها توضیح خواهم داد براتون که چرا مثلا فتوشاپ 10 بیت و 24 بیت رو نداره و یه ضرب رفته 8 16 32. تمام اینها رو خواهیم گفت و حالا تو مباحث پیشرفته تر به اینا میپردازیم، اما فعلا تو بحث مقدماتیمون در فیلم آینده سراغ در واقع تول بار فتوشاپ خواهیم اومد که حالا با استفاده از این تولز ها و این ادجاستمنت ها بتونید ادیت های خوبی رو تصاویرتون انجام بدید تا انشالله به بحث
گرافیک دیزاین فتوشاپ هم میپردازیم، قسمت دنیای خیلی بزرگ دیزاینرها در دنیای فتوشاپ که گفتم دیگه امروزه فتوشاپ CS6 با قدرت‌های رسیده که دنیای عکاسی 20% دنیای فتوشاپ هست و 70% در این دنیا چیزهای دیگر اومدن، 20% 30% دنیای ویدیو اضافه شده، 30% دنیای 3D اضافه شده، نمیدونم دنیای وکتور دیزاین اضافه شده و خیلی چیزهای دیگه اومده و دیگه نمیشه فتوشاپ رو همونجوری که تو قبلی هم گفتم یک نرم افزار اختصاصی ادیت عکس دونست، ولی توامندی هاش همچنان در جهان بی‌نظیر هست در دنیای عکس و فوتوگرافی و قوی ترین نرم افزار جهان رو به هیچ، یعنی بعد از فتوشاپ دومین گول ادیت عکس دنیا، حالا هر چی هست کارل پینت یا هر چی دیگر کار فوتو پینت، اینا رو نمیشه حتی در لول دوم که چی، یعنی اگر لول بندیشون کنی شاید اگر فتوشاپ امتیاز 100 باشه اونها در برابر فتوشاپ امتیاز 50 رو هم نخواهند داشت. خب عزیزای دل به خودتون ببالید که با نرم افزار کمپانی ادوبی دومین قول نرم افزاری جهان کار میکنید. یه چیز در گروه گذاشته بودم که درآمد ادوبی در سال 2012 $9.9 بیلیون بوده، بیش از 4 برابر کمپانی بزرگ اوتودسک و شاید در آینده نزدیک به عنوان اولین قول نرم افزاری دنیا در واقع معرفی بشه و حتی رو دست اوتودسک بلند شه. دارید با بهترین های دنیا کار میکنید در 17 ژوئن، حالا نمیدونم این فیلم رو کی میبینید، هر موقعی که میرید در 17 ژوئن 2013 ورژن جدید اون با نام فتوشاپ CC که به صورت آنلاین هست عرضه خواهد شد. ما خیلی نگران بودیم که فقط به صورت آنلاین بیاد و نشه کار کرد، اما خب خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم دیگه کدومشه دیگه، واقعا ادوبی اعلام کرده که در نسخه های 3 ماهه اون رو عرضه خواهد کرد، 3 ماهه آفلاین که نیازی شما دائما به اینترنت وصل باشید برای کار کردن با اون، که اون واقعا یک گول بیشاخودمه دیگه و کارهای بسیار عجیب غریبی رو انجام میده، عکس مات رو برای شما شفاف میکنه، لرزش های دوربین رو کامل میگیره، دنیای 3D بادی پینتینگ گذاشته برای 3Dش که با نرم افزارهایی مثل ماری نیوک قابل رقابت هست، ماری مخصوص کمپانی در واقع نرم افزار ماری کمپانی فاوندری، و واقعا داره کارهای بسیار عجیب و غریبی رو ادوبی انجام میده و من مطمئنم تو 2-3 ورژن آینده ما با یک فتوشاپی کاملا دگرگون شده روبرو خواهیم بود. عزیزای دل، کسایی که از الان باش پیش میرن و با این تغییرات تغییر میکنن رشد خواهند کرد و یاد گرفتن ورژن های بعدی فتوشاپ براشون راحت تر خواهد شد. در جا نزنیم، با دنیا حرکت کنیم تا دنیا هم به ما رشد، پیشرفت و قدرت خودش رو اعطا کنه. خب هر ساعت روز، صبح، ظهر، شب فیلم های من رو میبینید، اون ساعتتون به خیر و خوشی. دوستتون دارم بسیار زیاد و عزیز دل دیگه رعد و برقم که داشتیم، کلا این فیلم هم با افکت صوتی و ویژوال افکس صوتی همراه بود، میگم ویژوال افکس با ساوند افکس صوتی، در واقع ساوند افکس همراه بود و هیچی دیگه. حالا ایشالله سعی میکنم فیلم بعدی صدا انفجار و تیراندازی و این کشدار و از این چیزا هم داشته باشه. عزیز دلید، خدا نگهدار.